أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوی پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تقوایی که خداوند بزرگ داشتن آن را شرط قبولی اعمال بندگانش میداند و تقوایی که ضامن سعادت و خوشبختی هر انسان معرفی شده، تقوایی که ما مأمور به حفظ تقوا هستیم و تقوا ما را از هر زیان و ضرر و آسیب حراست و حفاظت می کند. امید است که هممون این برنامه را سرلوحه کار و زندگی من قرار بدهیم. در خطبه اول در ادامه دستاوردهای ماه مبارک رمضان موضوعات را پیرامون اون چرا که در ماه رمضان به دست آوردیم و از اون سرمایه ها بیشتر بهره ببریم و دوام و استمرار اهداف ماه رمضان را دنبال کنیم، در این موضوع بحث خطبه اول را تنظیم کردم. خطبه دوم اگرچه مناسبت های تاریخی هم هست، اما مهمترین موضوع و مناسبتی که داریم امروز 8 ثور است. در تاریخ افغانستان روز 7 ثور و 8 ثور از روزهایی است که لازم است جامعه ما هم به تاریخ نگاه بیندازد و هم حوادث و رویدادها را تحلیل بکند و به نتیجه گیری بنشیند و هم وضعیت امروز را با استفاده از تجارب گذشته مدیریت کند و در مسیر صلاح و سعادت جامعه، در واقع حرکت جامعه را تنظیم کنند. لذا در خطبه دوم به مسائل اجتماعی و حوادث 7 و 8 ثور خواهیم پرداخت. قبل از اون که من وارد بحث ماه رمضان یا به تعبیر دیگر برکات بازمانده و میراث ماه رمضان شوم، یک تذکر را عرض میکنم. پیامبر بزرگوار اسلام از جانب خداوند به عنوان الگوی زندگی
انسانیت معرفی شده. و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، الگوی شما پیامبر است. یکی از دستورات خداوند و پیامبر مسئله هماندیشی، همفکری و مشورت بوده. هیچ کسی با پیامبر قابل مقایسه نیست. لا یقاس به آل محمدین. من هذه الامه احد، هیچ انسانی با خاندان پیامبر قابل مقایسه نیست، چه رسد به خود پیامبر. در این حال خدا می‌فرماید پیامبر برنامه‌اش، مؤمنان و پیامبر برنامه‌شان، والذین استجابوا لربهم، اونایی که پاسخ درخواست و خواسته های خدا را میدهند و اقام الصلاة نماز برپا میکنند، و امرهم شورا بینهم، در امور اجتماعی مشورت میکنند. کلمه امرهم یعنی همون گونه که نماز همیشگی است، همون گونه که انفاق دائمی است، مسئله مشورت هم یک مسئله لازم و ضروری است، و الا حرکت بزرگ جامعه به سلامت نخواهد بود. این دستور از پیامبر است. و جالب این است که در زمان حیات پیامبر بزرگوار اسلام، حضرت با دیگران می نشستند، مشورت می کردند، گاهن نظر مشاورین را می پسندیدند و برای پیامبر مشکلات داشت، اما پیغمبر برای که این برنامه را اجرایی کند با جدیت و با استقامت این مسیر را هموار کردند و اون سختی ها را تحمل کردند. در جامعه اسلامی مشورت ضرورت است، منتها با کیا باید مشورت کرد؟ یعنی مشورت مرز داره، مشورت در واقع شرایط داره. در روایات داریم اگر کسی با تو مشورت کرد، اگر چیزی درباره مشورت بلدی، بالاترین نظر رو بده که مشکل او حل شود. اگر دیدی از توان تو نیست، به کسی که بهتر از تو هست اون مستشیر و اون طرف مشورت را ارجاع بده. گاهی آدم به یک دکتر با وجدان متخصص مراجعه میکنه، او بررسی میکنه، آزمایش میگیره، لابراتوار میکنه، بعد به این نتیجه میرسه، میگه آقا کار درمان شما در مطب ما حل نمیشه، شما مراجعه کنین به یک متخصص بالاتر از من. این در مسائل صحی است، در مسائل درمانی است، اما در مسائل اجتماعی بالاتر از ایناست. در روایات داریم اگر کسی به تو مراجعه کرد، نتوانستی مسئله را تحلیل بکنی، در واقع بررسی بکنی، راه حل پیدا بکنی، در این مسئله او را با آگاه‌تر از خودت ارجاع بده. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن مشورت چهار مرز داره. خیلی نکته جالب است. فرمود ان المشوره لا تكون، مشوره نمیشه الا به حدود الاربعه، مگر اینکه حدودش مشخص کنین. ما یک زمین میخریم، حدودش مشخص میکنیم برای که بعدها به دردسر نیفتیم. مشورت هم حدود داره، ما با کیا مشورت بکنیم؟ فرمود طرف اولش، مرز اولش این است که با انسان اندیشمند، با عاقل، انتشاوره عاقلا، با انسان آگاه و عاقل و خردمند مشوره شود. اگر بریم پیش یک انسان که سطح معلوماتش و دانشش و تحلیلش و آینده نگریش ضعیف است، خب طبعا مشورت نتیجه لازم را و نتیجه ای که
ما را به هدف برسانه نخواهد داشت. دوم، طرف مشورت آزاد اندیش، حر و متدین باشد. سه، راستگو و برادر و به حقیقت انسان قابل اعتماد باشد. صدیقا مواخیا، هم برادر باشه، برادر به معنای واقعی که نفع ما را نفع خودش بدانه، ضرر ما را ضرر خودش بدانه، مصلحت اندیشی نکنه، و از طرف دیگر درکش بالا باشه. صداقت به معنای واقعی کلمه در او تجلی کرده باشد. چهارم، همه اسرار را به او بگیم. ما وقتی میخواییم مشورت بکنیم باید اسرار ما را به طرف مشورت بگیم. به اندازه ای که خودمان در ماجرا آگاهی داریم، او وارد ماجرای زندگی ما شود. مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل اداره، مسائل خانوادگی، اقتصادی، باید ریز جزئیات کار را به او بگیم و الا نمیتونه مشوره بده. بعض وقتا طرف میگه آقا با ما نظریه بده. خب درباره چی؟ توضیح نمیده، روشنگری نمیکنه. طبعا وقتی آدم وارد ماجرا نمیشه، به قول معروف زل و بم، فراد و فروده، فراز و فرودشه، آگاه نیست، به جزئیات ماجرا اطلاع نداره، احاطه نداره، نمیتوانه او را تحلیل بکنه. پس ما نیاز به مشوره داریم. الحمدلله با استفاده از مشاوره های مفید و مخلصانه و برادرانه در گذشته نتایج خوب را در عرصه های مختلف به دست آوردیم که شاهد بخش از این برکات بودیم، و باز هم خودمان را نیازمند مشاوره می دانیم و هم به همه دوستان، به همه وطنداران، به همه مسئولین، به آحاد ساکنین و صاحبان این کشور و این مرز و بوم از همین آدرس نماز جمعه با تکیه بر خداوند، با حمایت آحاد و در واقع اقشار مختلف جامعه اطلاع رسانی میکنیم برای همفکری جهت حل مشکلات و مشوره های سالم آماده هستیم، و در مشوره ها جز مصلحت اسلام، مصلحت افغانستان، مصلحت مردم چیزی دیگری را در نظر نداریم. دنبال آرامشیم، دنبال پیشرفتیم، دنبال رفاه هستیم، دنبال امنیتیم، دنبال تحکیم و برادری و وحدتیم. از هر صدایی که به نفع دشمنان باشد، به نفع کسانی که امنیت را هدف قرار دادن، برادری را هدف قرار دادن، پیشرفت ما را هدف قرار دادن، از همه از این صداها نفرت داریم و به اینها جواب منفی و نخواهیم داد. پس ما نیاز به یک اخوت و برادری داریم که الحمدلله ما این اخوت و این برادری را روز به روز بیشتر حس میکنیم و این رشد و بالندگی را در حقیقت داریم میبینیم. امیدواریم که با همین رویکرد، با استفاده از این نسخه سلامت و در واقع عزت و برتر شدن و بهتر شدن بیشتر استفاده کنیم. خب ماه رمضان الحمدلله با موفقیت پشت سر گذاشته شد. ما در یک مهمانی بزرگ دعوت شدیم و در یک نبرد بی امان در مقابل ابلیس و اهریمن و هوا و شیطان مبارزه کردیم و جلوه های زیبای از مراتب پایداری، استقامت و مبارزه را مشاهده کردیم. حالا نباید
و این سادگی این دستاورده ها را فراموش کنیم. ما در کلاس رمضان در فرصت استثنایی ماه رمضان ثروت ها و سرمایه های را به دست آوردیم. یکی از اون ثروت ها تقویت اراده بود، اراده ها قوی شد. حقیقتا آدم احساس میکنه مثل یک سفر تفریحی، مثل یک زیارتی که میره آدم، مثل یک سفر مکه که لذت و شیرینی او در دل انسان و در کام انسان هست. بعد از ماه رمضان انسان خاطرات ماه رمضان را وقتی دنبال میکنه، اون قدرت و اون اراده و اون ایمان در وجود انسان، در کام دل انسان حس میشود. حالا با پارسایی، با پرواپیشگی این اراده تقویت شد. ما در ماه رمضان الحمدلله به تقرب الهی دسترسی پیدا کردیم. الان مراتبش فرق میکنه، خلاصه در این پرواز هر کس به اندازه نیرو و انرژی و هدف خودش پر کشیده و صعود کرده. این تقرب را باید پاس بداریم، محافظت کنیم. در روایات از ائمه معصومین داریم شهر رمضان شهر الله، ماه رمضان ماه خداست. و الصائمون فیه اضیاف الله، روزداران مهمانان خداوندند. وقتی به کسی مهمان میشویم، خودمان را در واقع مدیون اون مهماندار و مهمانی میدانیم. انشالله که این رابطه در اثر این مهمانی بزرگ در زندگی ما بماند و اثر و ثمرش را بیشتر در ادامه زندگی بهره‌مند شویم. مسئله دیگر که بسیار در ماه رمضان مهم است، مسئله اخلاص است، مسئله تثبیت این سرمایه بی‌نظیر که خداوند می‌فرماید اخلاص از اسرار من است، من او را به قلب کسی که دوست دارم قرار می‌دهم. بی‌بی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمودن فرض الله از صیام، خداوند روزه را واجب کرد. چرا؟ تثبیتن للاخلاص، برای که اخلاص را در جان و روح و فکر و زندگی ما تثبیت کنه، نهادینه کنه و در واقع زمینه پذیرش و زمینه قبولی و سعادت ما را تضمین بکنه. الحمدلله با برنامه های ماه رمضان این سرمایه کلان نصیب ما شد و این را نگهداری کنیم. فقط قرآن خواندن ما مخصوصی به ماه رمضان نباشد، اگرچه نمازم رمضان ماه بهار قرآن بود، دعا خواندن ها مخصوصی ماه رمضان نباشد، پیوندهای اجتماعی، سرزدن از نیازمندان، صله ارحام، افطار و دلجویی، انها و انواع روابط اجتماعی، اینها مخصوص ماه رمضان نباشد. در رحمت و گشایشی که پیدا شده و باز شده انشاءالله باز بماند. از همه مهمتر فواید و اثرات جسمی و بدنی روزه است. من الان که با شما عزیزان صحبت میکنم، باور کنین یقین دارم آثار سلامت و بهداشت نتیجه و محصول روزه در زندگی فرد فرد شما روزه داران حس میشود. روزه تمام دستگاه های بدن را از خستگی مداوم رها میسازد، عمر انسان را طولانی می کند، کسالت و سستی را از زندگی و از جسم و جان انسان دور می کند، بیماری و دردها را در واقع از کشور بدن اخراج می کند،
با روزه گرفتن، با برنامه های بسیار ارزشمند که در ماه رمضان داشتیم، جا دارد با استفاده از اون فرمایش رهگشای پیامبر که فرمود سوم و تصح و روزه بگیرین تا سالم بمانین، این سلامت و این نشاط و سرزندگی را در طول ماها انشاءالله پیگیری کنیم. مسئله مهمتر حفظ و مراقبت از سرمایه های ماه رمضان است. عرض کردم بحث تلاوت قرآن مختص به رمضان نباشد، به هر اندازه ای که امکان دارد در غیر از ماه رمضان انس با قرآن را داشته باشیم. نوافل، مستحبات، دعاها را انشاءالله ادامه بدهیم. ترک گناه و معاصی مخصوص ماه رمضان نیست. من صحبت خطبه اول را کوتاه کنم با یک داستان. کسی پیش پیامبر بزرگوار اسلام آمد، میدانین مستحب است در نماز جمعه هم سوره جمعه خوانده شود و هم سوره منافقون. خب میدانین نفاق بسیار رذیله و خبیثه مذموم است. انسان منافق به مراتب از غیر مسلمان و کافر از نظر ارزشی پایین تر است. خدمت پیامبر آمد، خیلی ناراحت بود، گفت که یا رسول الله من منافق شدم. معلومه آدم حساسی بوده. پیامبر فرمود چرا؟ گفت که وقتی خدمت شما می آیم از دنیا و از گناه و از مظاهر دنیا نفرت دارم، دورم، از گناه بدم می آید، ولی همین که به بازار می روم، با دیگران ارتباط برقرار می کنم، در جامعه، در صحنه ها و در خلاصه مناطق و محافل حضور پیدا می کنم، اون احساس را که با بودن در کنار شما دارم اون احساس دیگه نیست، این علامت نفاق است. پیامبر فرمود که نه، این گونه ای که تو فکر میکنی این گونه نیست. درباره نماز هم داریم، خدمت معصوم کسی رسید، اون آیه را مطرح کرد که یک عده خب در نمازشان اهل سهوند، الذين هم في صلاتهم ساهون، گفتن یا ابن رسول الله ما در نماز حواسمون گاهی خلاصه میره. حضرت فرمود مراد آیه اون نیست. خیلی آدم ها در نماز گاهی مشکل پیدا میکنه، یعنی اون حالت ارتباط همیشگی و عمیق همیشه نیست. حضرت فرمود مراد از این توجه به نماز، نماز اول وقت بخوانین، محترم بشمارین، این ارتباط منظم اونها هم آرام آرام خلاصه مدیریت میکنه. این انسان هم خدمت پیغمبر که رسید گفت یا رسول الله من حالت اینطوری دارم، گرفتار نفاق شدم. حضرت فرمود این طبیعی است. اگر شما میتوانستین اون حالت خوش و اون حالت را که در محضر ما بودین، اون حالت را برای همیشه میداشتین، فرشتگان با شما مصافحه میکردن. غرض این است که با آمدن محضر رسول الله امرای خودتان سرمایه ای ببرین که در طول زندگی به درد شما بخوره. با نماز و با روزه و با دعا و با مناجات در ماه رمضان تقوا کسب کنین که بمانه. غرض این است که دستاوردهای ماه رمضان را باید حفظ کنیم و با دوری از گناه، با دوری از حرام، با دوری از منکر انشاءالله به هدف تقوا و هدف و حکمت روزه برسیم. شاید عرض میکنم تکرار رمضان هم به خاطر همین است که اگر قرار بود حفظ بشود همه سرمایه ها دیگه نیاز به تکرار نبود. اگر شب قدر تکرار می شود
اگر ماه رمضان تکرار می شود به خاطر این است که سال به سال با استفاده از این معدبه، از این آموزشگاه استثنایی به درجات کمال و عالی برسیم. امید است به اون فطرت واقعی و سالممان انشاءالله دسترسی پیدا بکنیم. معروف است، آخرین نکته ای را که در این خطبه عرض می کنم، فتح یک سنگر آسان است. انسان می تواند سنگر را، دژ را خلاصه بشکند و وارد شود، اما حفظ و نگهداری آن هم مهم است و هم مشکل است. یک ماه روزه گرفتن سرمایه بزرگ، درک شبهای قدر سرمایه بزرگتر، سایر موهبتها و برکات، انس با دعاها، با نیایش، اینها سرمایه بالاتر و با ارزشتر است. اما نگهداری و حفظ و مراقبت از اینها، این سرمایه کلانتر است. اینه که پیامبر در سفر معراج از خداوند سوال کرد خدایا میراث روزه چیست؟ فرمود حکمت، خیر کثیر. امید است هممان با استفاده از تقوا و نظم و تجربه و انشالله بصیرت به این سرمایه های بزرگ که زمینه سعادت و خوشبختی و انشالله سعادت ابدی ما را فراهم میکنه، از این سرمایه ها استفاده ببریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. أئمة المؤمنين، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. مکرر عرض شده نماز جمعه که در سوره مبارکه جمعه به عنوان ذکر معرفی شده، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، تنها ذکر است که مأموریم با تلاش خودمون را به این ذکر برسانیم. ما فردای قیامت وقتی اون هنگامه بزرگ، تامت الکبرا، هنگامه بزرگ وقتی برگزار می شود، دنبال تلاشمون می گردیم که چه تلاشی در زندگی کردیم. و یکی از این مصادیق تلاش و سعی برای حضور در این ذکر عظیم است که حج فقرا معرفی شده. به این معنا نیست که غیر فقیر حضورش در اینجا بهای کمتر دارد، دقیقا معادل رفتن یک انسان مستطیع در مراسم حج این حضور ارزشمند است.
در کنار این همه ثواب و برکات، مسائل مهم و اجتماعی در این ذکر بزرگ مورد توجه و مورد عنایت اسلام است. مسئله روز کشور ما شرایط فعلی اجاب میکنه و همینطور تاریخ گذشته و خطراتی که جامعه و مردم ما را تهدید میکنه، ما بعضی از حوادث بررسی کنیم و از اونها به نفع امروز و آینده و فردایمان استفاده بکنیم. به حمد الله و المنه ایام عید به خوبی سپری شد با همه تبلیغات و شیطنت هایی که دشمنان ما کردن که در جریان عید مشکل را در کشور ما خلق کنند. خوشبختانه در فضای برادری، در فضای امنیت همه توطئه ها خونسا شد. شما می دانین در اثر اختلافات فقهی که بود، خب طبیعی بود یک برنامه های به نحو وظیفه‌ای و اعتقادی برگزار شد، اما دشمن میخواست از این خلاصه اختلافات فقهی بهره بگیره، تبدیل بکنه به یک اختلاف، به یک موضع‌گیری. الحمدلله هم مردم هم مسئولین امارت اسلامی در سطوح بالا به حوصله‌مندی و به آینده‌نگری قضایا را مدیریت کردند و ما هم اون چیزی که وظیفه بود و به صلاح کشور و مردم بود به اندازه فهممان و صدایمان منعکس کردیم. الحمدلله سال به سال این بیداری و این هوشیاری و این وحدت خودش نشان میده. من خیلی متوجه بودم که چقدر رسانه ها دنبال توطئه هستند، دنبال دراندازی هستند، از کلمات با قطع خلاصه ما قبل و ما بعد میخواستن استفاده کنن و رخنه ایجاد بکنن، نه در اثر رابطه ای که الحمدلله با مسئولین با دستندرکاران بود همه این توطئه ها خونسا شد. خیلی از برادرها وقتی مطلع شدن گفتن ما بیشتر از این لازم است در جریان وقایع قرار بگیریم. اگر گاهی در یک نقطه یک خلاصه بی برنامگی صورت گرفته، طبیعی است در یک خلاصه جریان بزرگ در یک اداره بزرگ مشکلاتی خواهد بود. علی کل حال من هم تشکر میکنم و هم این بیداری و این هوشیاری و این بصیرت اجتماعی را به فال نیک میگیرم. مسئله دوم، مسئله هفت ثور و هشت ثور است، یعنی تهاجم روسها به افغانستان و نتیجه اون تهاجم و شکست را که اونا خوردن. دلیلش چی بود؟ چرا به اونجا کشیده شد؟ و پیروزی و آغاز در واقع حکومت مجاهدین که به چه دلیل پیروز شدن؟ بعد چرا این پیروزی به هدف نرسید؟ چرا ماندگار نشد؟ چرا این سرمایه ها از دست رفت؟ به اینم میپردازیم و از هر دو تجربه برای شرایط فعلی کشور استفاده بکنیم. اینها از مسائل است که احساس شد و برنامه ریزی شد در خطبه دوم با اونها بپردازیم. کشور افغانستان به عنوان یک کشور در مسیر تاریخ سیاسی و تاریخ دور و نزدیکی که پشت سر گذاشته، از سوی ابرقدرت‌های جهان مکرر مورد تجاوز قرار گرفته. استعمارهای تاریخی و مستعمرین جهان بارها به این کشور خلاصه به طمع بلعیدن و نابود کردن و بهره گرفتن حمله کردن.
انگلیسی ها به کشور ما حمله کردند، شوروی ها حمله کردند و اخیراً آمریکایی ها هم وارد این خاک شدند و این سرزمین با عنوان بلعیدن هدف قرار دادند. اما هر سه مرحله شما شاهد هستین که با شکست بیرون رفتن. ما امروز نه انگلیسی را در اینجا با عنوان زعیم داریم، نه از شوروی ها کسی به ما دستور میده و حاکمیت داره و نه هم آمریکایی ها. نقطه اول این است که دلیل این پیروزی ها چی بوده. اگر کسی بگه در این تجاوزات افغانستان پیروز نیست، این دروغ است. ما امروز شاهدیم هر حمله، هر ورودی با شکست مواجه شده. یکی از دلایل و یکی از نقاط قوت و اصلی این شکست های متجاوزین و پیروزی ما مردم افغانستان، ایمان مشترک ما به خدا، به قرآن، به پیامبر بوده. این یک واقعیت است. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، همه شما به اطاعت خدا در بیایین. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گامهای شیطان پیروی نکنین. این قبول داشتن خداوند، این ایمان به قرآن، این ایمان به پیامبر باعث نجات افغانستان در طول تاریخ بوده. وحدت واقعی به معنای واقعی کلمه، همون اعتصام و چنگ زدن به قرآن، باعث شد که افغانستان در هر مرحله نجات پیدا بکند. و همون دستوری را که پیامبر فرمودن پدر شما آدم یکیست، مادرتان آدم یکیست، همه از خاکن، و فرمود با ارزشترین شما با تقواترین شماست. اینها باعث شد در طول تاریخ هر تجاوز را ما پشت سر بگذاریم. عزیزان می دانن وقتی نخ دانه های تسبیح را کنار هم تنظیم می کنه، وقتی یک گردبند اون دانه های زیبا را هم تنظیم می کنه، هم تقویت می کنه و هم به زیبایی او افزوده می شود، وقتی جامعه ما معیار و محور حرکتشان خدا باشد، قرآن باشد، پیامبر باشد، نه منافع دیگر، اونها هم مهمه، مسئله وطن، مسئله نجات، منافع، اینها هم هست، اما اینا رده های پایینه. اونی که بارها و بارها ما را از همه تجاوزات نجات داده، همین ایمان است، همین قرآن است، همین باور مشترک است. اینها را باید دست کم نگیریم. حالا مهم این است که در تجاوز مرحله دوم انگلیسی ها، که خب همه می دانیم هر مرحله‌ای که تجاوز کردن با شکست و با ذلت از کشور بیرون رفتن، اما در هفت ثور 57 که حکومت تحت حمایت شوروی در افغانستان وارد شد و در واقع تجاوزش آغاز کرد، این حکومت دست نشانده مدتی در افغانستان حضور داشت. دقیقاً حدود 9 سال 1 ماه و 20 روز کشور ما در اشغال شوروی ها بود. اما چه کار کردن؟ نزدیک 1 دهه. نتیجه این تجاوز چی شد؟ 13,000 کشته به جای گذاشتن، 35,000 زخمی، 311 مفقود الاثر، 114 هواپیما از دست دادن و 332 بالگرد جنگی را در افغانستان از دست دادن. نتیجه نداشت، شوروی شکست خورد.
در 26 دلو 67 با ذلت آخرین سرباز شوروی ها از افغانستان بیرون رفتن. چی افغانستان حفظ کرد؟ شما شاهدین، تاریخ قضاوت میکنه، گزارشات ثبت شده. اونی که افغانستان نجات داد ایمان مردم افغانستان بود، برادری مردم افغانستان بود. تشریک مساعی و دنبال کردن منافع مشترک افغانستان بود. میدانین آشتی ملی را که نجیب الله حاکم دست نشانده اون زمان مطرح کرد نتوانست به جای برسد، لذا در 8 ثور 1371 حکومت دست نشانده شوروی توسط مجاهدین سقوط کرد و بعد از آن رویدادهای تلخی در افغانستان رونمایی شد. چرا این جهاد مقدس و این پیروزی به اون ثمراتی که باید میرسید نرسید؟ نباید دیگر جنگ میبود در افغانستان. امروز ما نباید شاهد این خرابی میبودیم، شاهد این سرقهای خلاصه با مشکلات فراوان، مشکل بهداشت، مشکل مکتب، مشکل درمان. چرا؟ پیروزی به دست آمد، اما عوامل پیروزی معلوم است که عرض کردم. عوامل ناکامی های بعد از پیروزی چی بود؟ اینا رو هم باید بررسی بکنیم. پیروزی با سرمایه بزرگ به دست آمد، اما چرا ماندگار نشد؟ از اینها استفاده کنیم. اونی را که لازم می دانم عرض بکنم، یکی از عوامل بعد از پیروزی و نابسامانی های بعد از پیروزی نادیده گرفتن سهم اقشار و توده های ملت در افغانستان بود. کسانی که در رأس هرم قدرت قرار گرفتن بعد از پیروزی بر نقش همه مردم توجه نکردن، بر نقش همه اقوام و همه مسلمان ها توجه نکردن، چشم پوشی کردن بر حق مشارکت نسبت به هر شخص در افغانستان یکی از عوامل نابسامانی ها شد. باید اون روز به همه بر اساس لیاقت، بر اساس حضور، بر اساس خدمت شما عرض بشه واقعیتی که بود سهمیه در نظر گرفته میشد، اما متاسفانه نشد. آنطوری که انتظار میرفت و شایسته روحیه وحدت و همدیگر پذیری بود عمل نشد. نتیجه این شد که جهاد بعد از پیروزی با اون سرمایه های کلانی که داده بود و هزینه کرده بود و اون پیروزی بزرگی که نصیبش شده بود مشکل پیدا کرد. حالا امروز که تجاوز سوم و تجاوز همه جانبه آمریکا هم الحمدلله با جهاد و با پشتکار و تلاش دفع شده، ما به چی باید توجه کنیم؟ مسئله مهم دشمن شناسی است. ما در طول تاریخ، نه ما، همه کشورها، همه جوامعی که دنبال پیشرفت و عزت و در واقع سربلندی هستند دشمن دارند. تنها شیطان در قرآن 63 آیه درباره معرفیش آمده، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. خیلی از انسان ها در مسیر شیطانن برای نابودی و هضم کردن ما. ما دشمن شناسی من باید بلند باشه. قدرتمندترین جامعه و جامعه است که دشمنانش میشناسه، توطئه دشمنم میشناسه. باور کنین
گاهی دشمن به راحتی جنگ آغاز میکنه در کشور. اگر ما دشمنانمون رو نشناسیم، جنگ رو انداختن کار دشمنه و آسانه، اما اداره جنگ، نتیجه جنگ چی میشه؟ یکی از عواملی که جهاد و پیروزی و در واقع مشکلات دچار شد، عدم توجه به شناسایی دشمن، طرح دشمن بود. امیدوار هستم که بزرگان، مسئولین، دلسوزان، مهم نیست در کدام جایگاه هستیم، ما مسئله بصیرت و دشمن شناسی را جدی بگیریم، نقش محوری ملت مسلمان افغانستان را در همه عرصه ها مورد توجه قرار بدیم و دقت کنیم که این مسائل نادیده گرفته نشود، و الا باز هم با زمزمه هایی که شاهدش هستیم، با شعارهایی که در فضاهای مختلف میشنویم، ممکن است کشور ما را باز هم گرفتار کنند. من در خطبه دوم از باب مسئولیت یکی دو نکته را بگم و مسئله را در واقع بحث جمع بکنم و به پایان برسانم. شرایط فعلی کشور الحمدلله، مسائل امنیت، مسائل وحدت قابل احترام و قابل سپاس است، اما ما به مسائل بیشتر نیاز داریم، ما به سعی صدر بیشتر نیاز داریم. شما می دانین امروز شرایط بسیار حساس است، اگر دقت نشود، اگر از فرصتها با تدبیر و با آینده نگری استفاده نشود، ممکن است چالشی و مشکلی ایجاد شود. من هم وظیفه می دانم و هم در واقع وظیفه آحاد خردمندان و مسئولین و دانشمندان است به این مسائل بپردازند. خب در گفتگویی که مسئولین سازمان ملل متحد داشتن، مخصوصا وزیر خارجه روسیه که در شرایط فعلی مسئولیت ریاست دوره‌ای شورای امنیت به عهده داره، مسئله ای را مطرح کرد که صحبت و مذاکره با امارت اسلامی نیاز است. باید صحبت باشه، باید گفتگو باشه. چیزی که با گفتگو حل میشه با چیز دیگر حل نمیشه. اساسا زبان، گفتگو، گفتمان بهترین راهکار است. این گفتگو باید صورت بگیره. زمینه تعمیق و گسترش این گفتگو باید فراهم شود. ما نمیتوانیم در یک کشور بدون روابط زندگی بکنیم. علی کل حال اون معیارهایی را که برای رسمیت شناختن ضرورت است، اونها باید تامین شود. بهانه به دست عده‌ای که دنبال منافع محدود و در واقع شخصی و کوتاه مدت هستن داده نشود. امیدوار هستم که این قضیه به جد مورد توجه و مورد دقت و برنامه‌ریزی قرار بگیره و نشست هایی که شما تبلیغاتش شنیدین و موضع گیری هایی را مسئولین داشتن، این هم زمینه ساز یک چالش است. من همینجا اعلام میکنم ضمن احترام به همه ملیت های افغانستان، مردم افغانستان، و احترام به امارت اسلامی و مسئولین امارت اسلامی، عرض میکنم ما باید خودمان در داخل مدیریت را کامل کنیم. ما به همه اقوام ساکن و حاضر و صاحبان افغانستان بر اساس واقعیت ها سهمیه در نظر بگیریم. مسائل جنسیتی را بهانه دست دشمن قرار ندهیم. مسائل آموزشی و تعلیمی را به خوبی، با شایستگی و با آدرس اسلام انشاءالله مدیریت کنیم. یقین داشته باشیم مثل همه شما
شاید در بعض عرصه ها بیشتر از خیلی ها دلمان برای پیشرفت افغانستان می سوزه. هم الحمدلله دلسوزیم، هم حضور داریم و هم این کشور دوست داریم. ما پاسبان اون فرمایش پیامبر هستیم و حافظ و در واقع سرباز اون دستور هستیم که وطن مادر ماست. همه انسان‌های نااهل و نطفه‌های نامشروع بدانند این مادر برای ما حرمت دارد. ما قداست این مادر را حفظ می‌کنیم و هر فرزند نااهلی که بخواهد به دامن بزرگ و مهر و محبت این مادر خدشه وارد کند، از فضاهای بیان، از فضاهای برادری و از عرصه ها و روزنه های بیداری استفاده می کنیم و نااهلان را به دنیا و به مردم و به جامعه من معرفی می کنیم. اما از برادران من، از فرزندان این مادر انتظار داریم شیوه محبت و شیوه برادری را بیشتر دنبال کنن و پاس بدارن. خدایا ما را در کنار این همه برکت بیش از پیش بیدارتر بگردان. ما را با قرآن و با معیارهای عزت و سربلندیش آشناتر بگردان. کشور ما را، مردم ما را، حکومت ما را، اداره ما را خدایا بیش از پیش یاری و بیدار بگردان. آمین. فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان را برسان. آمین. عزیزانی را که با حضورشان و با هوشیاریشان، با بیداریشان در همه عرصه ها اسلام، نماز جمعه، این سنگر بیداری و هوشیاری را یاری می رسانند. خدایا در دنیا و آخرت یاری بفرما. قدم هاشان همیشه هدفمند و استوار بگردان. آمین. همه سربازان امنیت، سربازان عزت در همه عرصه ها، در همه سنگرها یاری بفرما. آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.